السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره انبیاء آیه 51. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین. اذ قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. به ادامه داستان سیدنا ابراهیم علیه السلام، امروز هم به بخش دیگر از آیات متعلق به داستان این پیامبر بزرگوار میپردازیم. در اول در سوره انبیا آیاتی که خدمت شما تلاوت شد، الله متعال در این آیات به چند بخش مهم از زندگی سیدنا ابراهیم علیه السلام اشاره میکنه و نکات عمده در اینجا ذکر میکنه که هر کدام اینا به تنهایی کتاب از هدایت و کتاب از درس و پند و عبرت که امید ما بتونیم بخش از این در حد توان خود بگیریم و استفاده بکنیم و در زندگی خود تطبیق نماییم. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین. یقینا ما دادیم به ابراهیم علیه السلام رشد و کمال او را قبل از این و ما به ابراهیم علیه السلام به وضعیت او دانا بودیم. الله متعال به سیدنا ابراهیم علیه السلام رشد در داد، کمال در داد و این برتری بود که دیگه انسانها به این درجه از کمال هرگز به او نایل نشدند. در جای دیگه الله متعال در آیت الکرسی بعد از او میگه قد تبین الرشد من الغی، یعنی رشد و غی در مقابل هم قرار میگیره. الله رشد در از غی جدا میکنه. این برای انسانها راه رشد و راه غی هر دو تا در مقابل هم قرار میده و انسانها به اختیار خود یک را انتخاب میکنن. از این معلوم میشه که رشد در مقابل غی و یا ضد غیه. وقتی غی به معنای گمراهی باشه، در حقیقت رشد راه درست یافتن و هدفمند شدن و موحد شدن و راه نجات پیدا کردنه. ابراهیم علیه السلام از این نعمت والا برخوردار بودن، او هم رشد الهی، رشدی که الله بر اونا داده. هرچند انسان به وسیله نعمتها و توانایی‌هایی که الله بر او داده میتونه دنبال رشد بگرده و چیز از او به دست بیاره، اما حالا در اینجا الله این رشد را به خود نسبت میده که ما به ابراهیم دادیم این رشد. به همون خاطر هم است که مقام سیدنا ابراهیم، فهم و زیرکی و ذکاوت سیدنا ابراهیم، دوراندیشی
این پیامبر بزرگوار قابل مقایسه به دیگر انسان ها نیه. ما به سیدنا ابراهیم این رشد در داده بودیم قبل ازی و کننا بهی عالمین، و ما به ابراهیم عالم و دانا بودیم. مراد از عالم و دانا بودن یعنی سرنوشت و احوال ابراهیم و توانایی او ما می دانستیم، ای که چی توانایی های داره و چی کارهای می تونه بکنه و ای که استعداد کامل برای حمل ای امانت و رسالت داره و ای که در این امتحان ها کامیاب و پیروز بیرون میشه، همه اینا رو می دانستیم. حالا بعد از این مقدمه در حقیقت اشاره میکنه به مناظره سیدنا ابراهیم با قوم خود و یا به دعوت سیدنا ابراهیم که قوم را دعوت میکنه. دعوت هم خیلی واضحه، دعوت خیلی روشنه، احتیاج به فلسفه نداره، احتیاج به توضیحات زیاد نداره، چیزای مغلق نیه که اونا حل بشه. اصلا دعوت الهی دعوت واضح و شفافه. ای که بار بار در آخر داستان انبیاء علیهم السلام قبلا هم ذکر شد، در آینده میه، الله میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. اگر کسی خواسته باشه راه راستر بفهمه، راه راستر بگیره، پند و نصیحت قبول بکنه، دستورات الله همه واضحه، همه آسانه، همه روشنه. در اینجا هم همون رقمه. قوم ابراهیم علیه السلام همون رقمه که در درس‌های گذشته گفتیم، قوم بت پرستی بودند، مشرک بودند، به ستاره ها نوع یا به کواکب نوع خدایی قائل بودند، اونا رو پرستش میکردند. ابراهیم علیه السلام از اونا پرسان میکنه، سوال میکنه. قال لابیه و قومه، اون زمانی که گفت ابراهیم برای پدر و برای قوم خود، همه پدرم متاسفانه در لست قوم رفته و نه تنها آدم عادی بلکه جز کلونای بت پرستی و شرک. و چقدر سخته که انسان در مقابل پدر خود به خاطر الله قرار بگیره. یاد کنن زمانی که ابراهیم گفت برای پدر خود و برای قوم خود، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ای بت‌ها، ای مجسمه‌هایی که شما به عبادت اینا یکسره پابندین، اینا چیان؟ اینا چیه؟ در خود لفظ تماثيل جمع تمثاله. مجسمه هایی که سر و صورت دارن، حالا به هر شکل در بیان که معمولا به شکل انسان ساخته میشن یا شکل موجودات تخیلی مثلا به شکل ملائکه یا جنیات یا هر چی که مایه باشن، معمولا سر و صورت دارن، حالا سر و صورت واقعی یا سر و صورت خیالی که نظر به تخیلی که انسان های گذشته داشتن به امور غمبر خواهی چیزی میساختن. این تمثالی که شما ایر عبادت میکنین، این چیه؟ حالا مراد اینیه که از سنگ ساخته شده یا از چوبه یا از چیه؟ مراد اینیه که چند متره؟ مراد اینیه که اصلا این چیه؟ عاکفون که در اینجا آمده، عکوف عبادت دائمی و همیشگیر میگن. یعنی وقتی مثلا، یا خوبه که اعتکاف رو بگم، اعتکاف هم از امیه گرفته شده. معتکف کینه؟ کسیه که در مسجد پی در پی یکسره دائمی خود رو به مسجد مندازه و از مسجد بیرون نمیشه. که البته امیدواریم الله متعال در این چند روز دیگه که به دهه اخیر ماه مبارک رمضان مونده، الله متعال این بلاها و این مصیبت ها کلن از سر ما بر بداره و اونایی که از یک سال گذشته انتظار اعتکاف نشستن دارن، امسال نصیب اونا بشه. و اگر خدای نکده این زمینه مساعد هم نشد نظر به مشکلات، باز انشاءالله در سال آینده و سالهای آینده نصیب همه بگرده. معتکف پس کیر میگن؟ کسی میگن که یک سره به داخل مسجد و مسجد را روانه میکنه. در اینجا هم عاکف کسیه که در مقابل بت یک سره نشسته و عبادت میکنه. یک سره کار همونه. خیلی جالبه. تفسیر شیخ صدقوت، تفسیر فیزلال رو میدیدم، نکته خیلی جالبه میگه. در اینجا میگه که اینا خب واضحه که 24 ساعت خب پیش بت‌ها نبودن، مثلا روزانه یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، هرچی که امو دین اینا به اصطلاح یا امو عقاید باطل اینا برای اینا میگفت، میرفتن و باز میاندن دنبال کار و زندگی و به هر حال کاروباری که داشتن میرفتن. در حالی که الله متعال لفظ عاکفونه که در اینجا ذکر کرده، یعنی دائم و مستمر.
میگه ای به خاطر اینه که درست از پیش بت میرفتن دور میشدن، اما واقعیت اینه که ذهن نا، فکر نا، خیال نا یک سر دنبال بت بود، یا به تعبیر دیگه اگر خواسته باشیم بگیم در دوکان هم به نوع تعلق با بت داشتن، در سفر هم با بت تعلق داشتن، به شکار هم اگر میرفتن با بت تعلق داشتن. دقیقا همون رابطه ایر که ما باید به الله متعال داشته باشیم. الله متعال چی میگه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انسان های هوشیار، انسان های خوب، انسان های نجات یابنده کینن کسانی که الله را یاد میکنن استاده، نشسته و در حالت غلطیده، به هر حالت، یعنی اگر در دوکان باشن، اگر در بازار باشن، اگر در خانه باشن، اگر در وقت غذا باشن، اگر در نماز باشن، اگر در هر حالتی باشن، الله متعال فراموش نمیکنن. تعلق بالله به همین معنی. حالا این مشرکین بیچاره همین تعلق که بعد با الله میداشتن، همین تعلق را با بت‌های خود داشتن، به همین خاطر لفظ آکفون در اینجا آمده، یعنی به طور دائم و مستمر همیشه اونا با اونا چکار میکردن؟ رابطه داشتن. و این دوام از نظر معنوی، هرچند از نظر زمینی هم که نباشه، به هر حال این بوتی که شما یک سر اور عبادت و پرستش میکنین، این چیه؟ چه کار این بوت ها؟ از تماثیل معلوم میشه که یک دوتا نیه، تعداد زیاده. قالو گفتن، حالا در جواب ابراهیم علیه السلام اگر دلیل میداشتن، خب دلیل خور میگفتن، دلیل نداشتن باید میگفتن که ما نمیفهمیم، تو حال ما رو بفهمو. در اولین روزها گفتیم هدایت همینه که ما چیزی را اگر نمیفهمیم پیش کتاب الله، پیش پیغمبر الله زانوی شاگردیر بزنیم و بگیم ما نمیفهمیم، تو ما رو بفهمو. اگه این رقم باشه الله وعده کرده ما هدایت میکنه، اما اگه این رقم نبود و گفتیم نه میفهمیم نه هم مایم بفهمیم، مشکل مشرکین در طول تاریخ همینه، نمیفهمم، راهی برای فهمیدن هم ندارم، و تو هم که میفهمی از تو هم من نمیشنوم، گوشا خور میگیرم، چشما خور بند میکنم، بسته میکنم و نمایم حق کر بشنوم. حالا اینا در جواب چی میگن؟ قالو وجدنا آباءنا لها عابدین. ما آبا و اجداد خور دیدیم که همین رقم بتار عبادت میکنن. دیگه گپ نداره، دیگه فلسفه نداره، دیگه حکمت نداره، دیگه دلیل و مدرک ما نداریم. ما به دنیا آمدیم، از خوردگی دیدیم که پدر ما اینمی بتار عبادت میکنه، و او هم گفته بود که پدر ما هم دیدیم همین رقم عبادت میکنه. آبا و اجداد ما نسلا در نسل همین بتار پرستش کردن و به این بت خدایی قائل بودن. حالا درسته که تو میگی سنگ کاری نمیکنه، لکن ما بدیدیم که همین رقم پرستش میکردن و ما هم پرستش میکنیم. حالا در کارهای نیک اگر انسان از آبا و اجداد خود، از قوم و قبیله خود پیروی بکنه، خب خیلی خوبه. ماه مبارک رمضانه، نفر به یاد میاد که پدر ما در سال گذشته که زنده بود یا توانایی داشت، به عنوان مثال در ماه مبارک رمضان به 100 خونه مواد غذایی تقسیم میکرد، یا به عنوان مثال به مسافرین و کسانی که در کوچه و بازار بودن به اینا غذا تهیه میکرد و به اونا میبرد میداد. و حال ما همون سنت رو زنده نگاه میدارم، خیلی خوب گپه. ای خو اصلا یکی از راه های خدمت به پدر همینه که کارهای نیک او، هم کارهای نیک ما ادامه بدیم، و خصوصا کار نیکی که شروع کرده و نتونسته تکمیل بشه، اساس یک مسجد رو گذاشته، اساس یک مدرسه رو گذاشته، اساس یک دارالیتام رو گذاشته، اساس یک خدمت رو بالاخره گذاشته و نتونسته رو با انتها برسونه، فرزند یک از جمله بهترین نیکوییه که به پدر خود بعد از مرگ کرده میتونه و حتی در زندگی امونه که کار نیمه کاره رو تکمیل بکنه، خیلی خوبه. اما در اینجا نه، ابراهیم علیه السلام میگه لقد قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. خب درست، ما آبا و اجداد خودم میرقم دیدیم. ابراهیم علیه السلام میگه نه، لقد کنتم انتم و آباؤكم في ضلال مبين. یقینا شما و آبا و اجداد شما در گمراهی آشکار بودین یا هستین. حالا با وجودی که پدر، با وجودی که پدر گمراه و به گمراهی رفته، باز هم پیروی پدر رو میکنین؟ حالا وقتی فهمیدی که پدر اشتباه کرده، خب نباید دنبالی رو بری. که خب من همینم بگم، ولو پدر ما پدر نیکی بوده، انسان خوبی بوده، آدم خیری بوده، آدم دینداری بوده، هرگز به این معنی نیه که پدر معصوم باشه. معصوم خونه بوده، حتما در زندگی یک سلسله اشتباهاتی هم داشته. حالا ما خوبی های پدر رو میگیریم و ادامه میدیم و سرمشق از زندگی خود میکنیم، اما او بدی ها رو خب از نمیگیریم، هرچند پدر ما پدر نیکی هم بوده باشه.
اگر خدای نکرده پدر ما با برادر خود جنجال داشته و جنگ و دعوا داشته، ما این جنگ و دعوا رو دیگه دوباره زنده نمیکنیم. اگر پدر ما خدای نکرده در کنار خیلی خوبیایی که داشته غیبت هم میکرده، ما دیگه غیبت نمیکنیم. اگر او مثلا انسان سختگیر بوده، ما سختگیر نمیشیم و ده ها عیب دیگه که امکان داره خیلی از آدمای خوبم گاهی داشته باشن، الله همه اونا رو مورد مغفرت و رحمت قرار بده. ما خود ملزم نیم که خوبی و بدی همه رو از یک نفر بگیریم، ولو پدر و کلان ما هم باشه. یقینا شما و پدران شما در گمراهی آشکاریم، هنوز هم ادامه میدیم. خیلی جالبه این مردم خو نشنیدن این رقم یک گپی، کلان و خورد و بالاخره پادشاه و حاکم و همه اینا بتر پرستش میکنن، به همین سنگ ارزش قائلن و پیش ای سجده میکنن، از این کمک میخواهن و از این حل مشکل میخواهن. حالا ابراهیم آماده، یک جوانی که بعدا هم نام ذکر جوان بره آمده، یک جوان آماده که هنوز جز بزرگان قوم و قبیله هم به حساب نمیایه، با چنین الفاظ سبک بطاریات میکنه. برزن خیلی تعجب میکنن. البته حالا تعجب تا همین حد که قبل معقوله تعجب بکنن، بله دیگران نگفتن ای گفته، اما انسان مؤمن و زیرک و هوشیار باید چه کار بکنه؟ درسته گپ عجیبیه، این بندازه به میزان عقل خوب، به ترازوی عقل بندازه، این تحلیل و تجزیه بکنه. خب قوم ما، آبا و اجداد ما، همه عالم، هر کسی که بوده، اینا همی سنگر خدا میگن و از این کمک میخوان و من هم از این تا حالا میخواستم نمیفهمیدم. حالا این آدم آمده، ابراهیم آمده برم میگه که این کار کردن میتونه. خب باید فکر بکنم که آیا واقعا این کار کردن میتونه یا نه؟ با کوچکترین، با اندک تفکر میتونه در بیابه که نه، خب کار کردن میتونه، واضحی کار کردن میتونه، سنگیه، این خب ما به دست خود رشیده. میخوان هر لحظه امکان داره بشکنه، گم بشه، سیلر ببره، از بین بره. اما از اونجایی که تقلید و تعصب کورکورانه انسان را نابینا میکنه و چشم حقیقت را از بین میبره کلا، اینا قبول نمیکنن. اما تعجب خود به رقم اظهار میکنن، اجئتنا بالحق، آیا واقعا راست میگی؟ گپ درست در بر ما میگی؟ هم انت من اللاعبین، یا تو شوخی میکنی؟ که پر رستی میگه شوخی، تو چی میگی؟ شوخی میکنی خود ما؟ ابراهیم علیه السلام که شوخی نداره، پیغمبر از جانب الله مبعوث شده، وظیفه پیغمبری خور انجام میده. نه، میگه بر ربکم رب السماوات والارض، پروردگار شما او ذاتی که در مقابل باید عبادت بکنیم، سجده و رکوع بکنیم، از او کمک بخواهیم، نیایش و تضرع به دربار او داشته باشیم، او این سنگ نیه، او کینه؟ پروردگار آسمان ها و زمینه، الذی، همون پروردگاری که فطرهن، همه اینا را آفریده. شما یک ستاره آسمان را عبادت میکنیم، ستاره جزء از مخلوقات آسمانیه. حالا آفریدگار عالم که یک بخش آسمانه، شما اون را پرستش نمیکنید. و انا علی ذالکم من الشاهدین، و ما برای این چیزی که برای شما میگم، یا برای همی که الله حق دار و لایق عبادته، من از جمله گواهانم. اینه دعوت سیدنا ابراهیم علیه السلام با همین الفاظ مختصر و با همین زبان ساده و واضح و با همین اسلوب گیرایی که هم قلب رو وادار به قبول میکنه و هم عقل رو تسلیم میکنه، به شرطی که عقل انسان و قلب انسان زنده و بیدار باشه و سیاهی تقلید و تعصب بیجا بالی رو نپوشانده باشه، کاملا واضحه. در اسلوب دعوت سیدنا ابراهیم علیه السلام که قبلا هم گفته بودیم از انبیاء علیهم السلام همه سر مشق میگیرن، خصوصا دعوتگران، یک نکته در اینجا خیلی پررنگ، و انا علی ذالکم من الشاهدین. ببینین در بسا موارد مشکل دعوتگرا اینه که به گونه گپر بیان میکنن که گویا خود نابو چیزی که میگن چندان باور ندارن، سست، آهسته. یک رقم مثلا به عنوان مثال، هرچند شرک و بت‌پرستی الحمدلله در بین ما نبوده و نخواهد بود انشاءالله بعد از اینکه ما مسلمان شدیم، همه چیز را از بین بردن آبا و اجداد ما، اما اثرات و یا کارهای مشرکانه بوده و همیال هم هست و شاید دار آینده هم باشه، ابتلا و آزمایش خواهیم میگن.
از جمله اونا به عنوان مثال فالواکونی و نمیفهم جادوگری هایی که در کوچه و بازار انجام میشه و به نام های مختلف بالاخره خبرهای غیبی میدن و باورهای مشرکانه وجود میاد. انا خیلی جالبه یک دعوتگریه که میره یک نفر نصیحت میکنه که این فال که تو به اصطلاح میبینی غیبی که تو میگی این حرامه، این کار منکره و اگر به این باور داشته باشی یا توی که قبول میکنی امکان داره که مشرک بشی و از رحمت پروردگار خود خود دور بکنی و جهنمی بشی و در نتیجه این کار نکن. الله این رقم میگه، رسول علیه السلام این رقم فرمودن، عقل ما هم حمیر میگه دست بکش از این چیزا. و خودم هم میبینی دست کشیدم و نمیکنم این کار. با این جرأت اگر بگه انشاءالله زودتر قبول میشه نسبت به اینکه به عنوان مثال بره از او بگه که کار خوب خوشحد نباشه و اگه این رقم نباشه بهتره و درسته که به انا خود نشو. یا مثال دیگه اگر بگم، هرچند مثال شرکی نیه، بعض از عزیزان میان گاهی میگن که مثلا در فلان مجلس نشسته بودیم دیگران شراب خوردن، من نخوردم. آفرین، الحمدلله که نخوردی، اما ای با وجودی که شراب نخورده یک نامردی داشته. برای ازی گفتن شراب بخوری چی گفته؟ گفتم من تکلیف معده دارم. باز میگم، میگم تو بونه کردم. گفتم تکلیف معده دارم. یعنی چی؟ در حقیقت برای رفقا خو گفته من چون تکلیف معده دارم نمیخورم، اما شما که ندارین بخورین. این رقم نامردی، ناجوان مردی، با این بیغیرتی دعوت نمیشه. ها گاه گاه در صورتی که خطر جان نفر باشه و بفهمه که تأثیری گپیو نمیکنه، به هر حال یک راه بیرون رفت خوبی از اینکه همون حرام رو به زبان نزنه. اما راه درستگی چیزیه. دوستای من، عزیزان من، میفهمم، من خبر دارم این شراب حرامه، این نجسه، این ایمان شما رو ضعیف میکنه، از بین میبره، این شما رو به جهنم میبره. الله متعال در آیه قرآن میگه که این نجسه، از این اجتناب بکنین، این عمل شیطانه، این ضررهای داره در آخرت، این ضررهای داره در دنیا، خانواده شما رو خراب میکنه، اخلاق شما رو فاسد میکنه، شخصیت شما رو پایین میاره. با این جرأت بیای به این جگاه بگه شراب منعه، و در این صورت امکان داره تعداد زیادتر گپی رو بپوی زیرا و شاید کلن همون شراب از اون مجلس عنوان مثال گم بشه. و این ما در صحبت سیدنا ابراهیم علیه السلام میبینه و انا علی ذالکم من الشاهدین، گواهی منم. به نوعی میتونیم بگیم که اصلا زامین این گپ منم. بله، ما با صراحت کامل میگم که بت کار کرده نمیتونه، الله همه کاره، الله همه کار رو میکنه، از دست بکشید. ما همه میرقم نبی علیه السلام و کل انبیاء علیه السلام وقتی یک دعوت دارن اول خودنا باور دارن و مرد و مردانه به دعوت خواهم استادن. ابراهیم علیه السلام وقتی میگه من تسلیم الله هم که انشاءالله باز بعدن هم میخونیم، در اونجا وقتی میگه تسلیم الله هم، الله میگه فرزند خور باید زعبه بکنیم، میگه چشم. وقتی توکل به الله متعال داره و همه چیز را از الله میتونه و میدونه، وقتی او به داخل آتش هم میندازن میگه حسبی الله و نعم الوکیل. در می آیات بعدی میخونه دعوتگر قبل از دگرا باید چی باشه؟ خودی به اون چیزی که میگه مؤمن باشه، باور داشته باشه و با یقین کامل او به دگرا برسونه که نمونه ار گفتم و انا علی ذلکم من الشاهدین. به هر حال این هرگز به این معنی نیه که همین چند کلمه بین سیدنا ابراهیم و قومی رد و بدل شد، و این به این معنی نیه که حتما یک بار سیدنا ابراهیم گفت و تمام شد. الله خود بهتر میدونه که چند سال و چند مرتبه و چند روز و شب سپری شده به گپای از این دست و چقدر سیدنا ابراهیم علیه السلام رنج و مشقت دیده تا ای که بالاخره به نوعی میبینه این شیوه و این استدلال عقلی برای از اینا کفایت نمیکنه. حالا دنبال یک طرح دیگه. و خوبه که از زندگی سیدنا ابراهیم علیه السلام و بقیه انبیاء علیهم السلام اینم یاد بگیریم که دعوتگر فقط یک شیور برای دعوت نداره. ما عادت دارم بعد از نماز چی به فلان جا فلان درس فلان تفسیر فلان حدیث رو میخونم مردم هم بیان گوش بکنن. حالا اگه این مسجد رو خواستن به عنوان مثال خراب بکنن که دوباره آباد بکنن تا آباد میشه، خلاص این نفر عاطل و باطل افتاده و دیگه نه درس تفسیری و نه دعوتیه. یا فردا اگر مثل قضیه کرونا که حال شد، اگه درس مسجد بسته شد، خلاص یه آدم منتظره که تا کرونا خلاص بشه و دعوت رو شروع بکنه. نه، دعوتگری کار رو نمیکنه. اسلوب های متعدد داره.
مثل نوح علیه السلام که گفتیم لیل و نهار سر و جعب هر حالت این دروازه بسته شد دروازه دیگه این دروازه بسته شد این دروازه دیگه و گاه گاهی در یک وقت چند دروازه رو جلو خواه میکنه هم خطبه میخونه هم درس میده هم به فضای مجازی میه هم به فضای حقیقی میه هم در بین دوستا و رفقا و قوما همیشه دعوتگره از میله خواهم استفاده میکنه از تفریح خواهم استفاده میکنه دعوت میکنه از ورزش خواهم استفاده میکنه عزیزایی که دور و بر با ورزش میکنن اونا رو نصیحت میکنه مثل یوسف علیه السلام اگر به زندان هم رفت زندانیار به طرف توحید میبره در هر جا هر دروازه که برای وا میشه یا هر دروازه که بطور وا میکنه تا پیام الله رو برسونه و همین خاطر چی خوب میگن میگن کار دعوت برای دعوتگران واقعی مثل مسیر آبیه یک آب یک جوی یک سیل یک آب روانه که از یک جای میایه میای به عنوان مثال به اینجا جلوی دیوار بسته کردن یا مثلا اگر سنگ باشه خب کم از این طرف و طرف خود خود تیر میکنه از این طرف و طرف اگر نشد همه رو گرفتن همون رقم صبر میکنه بالاخره از بالای دیوار خود خود تیر میکنه یا اگر بالای دیوار نشد بالاخره یک جای سوراخ میشه و بالاخره میره جلو آور کسی گرفته نمیتونه باید جلو دعوت دعوتگر هم هیچ نیروی گرفته نتونه و دعوتگران واقعی همی رقم بودن اسلوب های متعدد برای دعوت چینل های متنوع برای دعوت روش های متفاوت برای دعوت الله باید وجود داشته باشه و این زیرکی و ذکاوت در دعوتگران باشه حالا هم سیدنا ابراهیم علیه السلام روش های متفاوت حالا اینجا بحث مناظره و دلیله با نمرود یا پادشاه حاکم به دیگه رقم گپ زدن به دیگه اسلوبه حالا در همین جه بعدن سیدنا ابراهیم میگه و تالله به الله قسم به الله بالله تالله اینا قسمه به نام الله قسم یاد میشه به غیر الله قسم نمیشه به جان فلانی و به سر فلانی و نمیفهم به فلانی قسم و فلانی قسم اینا قسم های مشرکانه و دین و ایمان انسان را از بین میبره و تالله به الله قسم لأکیدن اصنامکم یک چاره میسازم یک برنامه رو برابر میکنم یک تدبیر میسنجم برای بت‌های شما بعد ان تولوا مدبرین بعد از اینکه شما یا بعد از اینکه قوم مشرک شما برگردید در آیات دیگه که انشالله میخوانیم در اونجا واضحه که این قوم برفتن به میله و به تفریح و به اون عبادتی که داشتن یا به عیدی که داشتن سیدنا ابراهیم علیه السلام بونه کرد به اونجا نرفت بعد از که اینا رفتن برفت بتخانه و تصمیم همی بود که اینا که نباشن برفت بتخانه و بتهار بشکنه فجعلهم جذازن رفت به بتخانه تبر را گرفت و تمام این بتهار تک 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 کرد بود چکن که بگن به میخاطر همه رو تک تک کرد الا کبیر اللهم بود کلون رو نگاه داشت خداهای اینا هم بالاخره خورد و کلون داشت دیگه اول که شاید به خدای بزرگ که الله متعال به او هم باور داشتن و این بتهار شاید خدای خود میگفتن مثل مشرکین عرب و یا هم اگر نبود همین خدا خداهایی که به اصطلاح داخل خونه هم داشتن و همینا هم تفاوت قائل بودن یکی خیلی بزرگ بود یکی خردتر بود یکی مقام والا بود یکی مقام پایین‌تر بود مشرکین عرب هم همین رقم بود بت‌ها اینا فرق میکرد بعضی بت‌ها خیلی کلان بود بعضی بت‌ها برای یک قوم بود بعضی برای چند قوم بود بعضی برای یک کار بود بعضی برای دو کار بود الی آخر باطل از همین روش‌های هم کاملا معلومه خب به هر حال بت کلان بود و بت‌های خرد بود بت‌های خرد در عمر شکست بزرگ نشکست چرا این کار کرد؟ بت شکنی سیدنا ابراهیم بخاطر چی بود؟ لعلهم الیه یرجعون تا ای که همین مردم به سوی همین بت‌ها برگردن یعنی بیاین این وضعیت رو ببینن و همین باعث تفکر اونا بشه و باعث این بشه که از عمل کرده گذشته خود اینا چیکار بشن؟ پشیمون بشن من یک نکته رو اینجا عرض میکنم فکر میکنم برداشتم از تفاسیر امینه که سیدنا ابراهیم علیه السلام هدفی از شکستن بت‌ها از بین بردن بت پرستی به این معنا نبود که من بت‌ها رو میشکنم خلاص بت‌ها که بشکست بت پرستی از بین میره نه چون قوم بت پرستن هنوز اگر 10 تا بت شکسته بشه باز 10 تا دیگه فردا پس میسازن سیدنا محمد مصطفی علیه السلام در مکه معظمه 13 سال بودن بت نشکستن چرا نشکستن؟ چون واضح بود شاید حکمت همین بوده که اولا توان اینا کم بود لیکن در حد ای خوب بود که چند تا بت صاحب امر بکنن و برن بشکنن نه
اگر بوتر مشکستن بوت دیگه جایگزین میشد یا چند بوت دیگه جایگزین میشد و این مردم هنوز باور نساخته نشده. صبر کردن 13 سال در مکه معظمه و 8 سال در مدینه منوره، 21 سال بعد از پیغمبر شدن به مکه معظمه آمدن و او بتار بشکستن و بعدن هم گفتم که دیگه بت در این سرزمین پرستش نمیشه. بت شکستن وقتی اثر داره، وقتی کار خوبیه که اول در قلب و در ذهن و در فکر و در عقل بت پرست در اونج بت شکسته بشه. تا زمانی که در درون بت پرست بت شکسته نشه، تنها به یک شکستن یک بت که یک سنگ بیچاره بیش از یک سنگ هم نیه به این چاره نمیشه. توحید به اینه میایه و این سیدنا ابراهیم علیه السلام خیلی خوب میفهمید. و این به خاطر چی میگم؟ به خاطر ای که اگر هدف ابراهیم علیه السلام گم کردن بت پرستی به همیشه و می بود، خب باید بت کلون هم میشکسته گه. چون اگر مثلا قرار به اینه که مردم پرستش بکنن بت خور در، اگر 100 نفر پرستش میکنه بت کلون رو 1000 نفر پرستش میکنه، بعد بت کلون رو اول میشکستن. نه، لعلهم، آیه قرآن واضحه، هدف گم کردن بت پرستی به این رقم نیه. گم کردن بت پرستی خب قبلا به او آیات جلوی آمد، با استدلال میشه، با قناعت دادن قلبی میشه، با تغییر عقیده میشه، با نرم کردن قلب ها برای پذیرش حق میشه. او بت پرستی را از بین میبره با شکستن ظاهری یک بت که مشکل حل نمیشه. شاید دل حضرت ابراهیم به نوع یخ بشه یا دل یک دعوتگر امروز هم یک بت رو بشکن دل یخ میشه، اما تغییر در میدان بت پرستی نمیاد. اصل گپ چیه؟ لعلهم الیه یرجعون، تا اینا برگردن. برگردن یعنی چی؟ بیاین. نقشه سیدنا ابراهیم علیه السلام هم رقمی که از قرآن میشه همی بود، من بتای خور در میشکنم، بعدن بوت کلون سالمه، همو تبره یا هرچی هم که هست پیش از یا به سر شانه یا نمی رقمی که در داستان آمده. به هر حال اینا می آین نگاه میکنن، نگاه میکنن، خب این بوتا خواه همه چکه چکه شده بشکسته، چکار شد؟ حالا از کی بپرسیم؟ این بوتای بیچاره خب گب زده نمیتونن. خب خیر باشه، حالا خوردا گب زده نمیتونن. بوت کلون تو به همینجا بودی؟ تو خو قرار ما حفاظت بکنی، تو خو قرار ما به سفر میرم متوجه ما بشی، تو خو قرار برم اولاد بدی، تو خو قرار ما رو حفظ بکنی، تو خو قرار ما رو خوشبخت بکنی، تو خو قرار که ما رو کامیاب بکنی. ای بوت کرون تو به همین جی بودی، همین رفقات، همین خدای خور در بشکسن، کی شکست؟ تو خو بدیدی چل جلویدن را گرفتی. بعدن بمیل از اینو فکر میکنن، درنگ میکنن، بعدن متوجه میشن اینا که چی؟ بلی بوتا کار کرده نمیتونه. اگر خورد اینا کار کرده میتونست برای خود خو میکرد، اگر کلون هم کار کرده میتونست خو جلو خوردار میگرفت یا حد اقل بر ما دشمن ما نشون میداد. و در نتیجه اگر اندکی و ذره هم در اینا تفکر و تعقل باشه، اینا فورا از بت پرستی دست برمیدارن و متوجه اشتباه خود میشن. این ما بخاطر از این گفتم که بعض از عزیزا به عنوان مثال یک منکر متوجه میشه، هر منکری که باشه، هر منکری که باشه، خرد باشه یا کلون باشه، وقتی میخوای منکر از بین ببریم در بسا موارد، حالا شاید موارد استثنایی باشه، در بسا موارد با شکستن او آله و وسیله مشکل حل نمیشه. یعنی مثلا اگر بچه ما خدای نکرده بچه شوخی باشه و بیپروای باشه و سکل رو هر دم ببره به در دیوار میترسیم که میزنه، ما این کار خود نمیکنیم که سکل رو آتش بزنیم. نه، اون میفهمن که از این سکل استفاده درسته بکنه. حالا خیلی از منکرات غیر از بت پرستی، بحث بت پرستی جداه، خیلی از منکرات به گونه ای که از آله، از وسیله کار گرفته میشه که این وسیله به ذات خود بد نیه، میتونه استفاده درست هم ازی بشه. نفر چاقوکشه، خب این چاقو امور رقمی که آدم میکشه، میتونه ای در عید قربان گاو قربونی یا گوسفند قربونی مارم بکشه. این نفر به عنوان مثال بی جانشین رفقای گنده داره، خب همین مجلس اینا، همین مجلس لهو لعب و گناه اینا، همون رقمی که میتونه گناه باشه خب میتونه مجلس ثوابی هم باشه. همین فرچه که برای گناه استفاده میکنن میتونه برای ثواب هم استفاده بکنن. و مثل از بین بردن منکر وقت نتیجه میده، وقت نتیجه میده که چکار بشه؟ تبدیل به یک منکر بزرگ نشه، بلکه اون منکر در قلب هم از بین بره. یک از دوستا به هر حال غیبت او نمیشه چون خود همین گپر میگفت، آغاز همین تلویزیون های مبتذل و فاسد و فیلم های بده که اینا پخش میکردن، یک روز آمده بود به خونه
کسی برای گفته بود از امام مسجد شنیده بود که این فیلم ها منکر و مبتذل و اینا نباید دیده بشه و نباید به طرف اینا نگاه بکنه و اولاد ما و خانواده ما رو خراب میکنه. میگم خیلی ناراحت شدم. داستان سیدنا ابراهیم هم بیاد مامات تبر یا چکش هر چی بخونه بود، همون تلویزیون تقریبا 10 سال جلوتر، همون تلویزیون سیاه‌سفید یا خراب رنگیر که داشتم چکه چکه کردم. میگه خیلی جالبه که من آمادگی به این داشتم که این خانم و دختر بچه هم خواهد من جلو بر میگیرن، چون خیلی مایل بودن که همیشه تلویزیون نگاه بکنن. میگه دیدم چندان جلوگیری از من نکردن و من شکستم و خوب دلخور یخ کردم. بعض ناراحتی میگه خلاص شد فردا بود یا پس فردا به گونه زمینه رو مساعد کردن برای من، مجبور کردن که او تلویزیون کهنه خوش شکسته شد، حالا مجبور شدم یک LCD کلان بگیرم و به خونه بزنم. قبلا اگر ماهواره نبود حال ماهواره رو به سر من نصب کردن. این نهی از منکر، نهی از منکر درست نیه، این احساساته، این دعوتگری نیه. منکر باید به گونه از بین بره که تبدیل به منکر بزرگتر نشه، تبدیل به منکر بزرگتر نشه. گاهی وقتا این کار از روی محبت هم میشه، اما محبت خرس که میگن خواهی میرگم داستان است که خرس میخواست به انسانی که به او از مرگ نجات داده بود محبت بکنه و خدمت بر او بکنه، به صورت این انسان مگس یا زنبور یا هر چی بود نشسته بود. این خرس به گمان یک خواسته باشه کمک بکنه، زد به بکس به صورت این آدم که نمی مگس یا می زنبور رو گم بکنه و بی خدمت بکنه. خبر ندش که بکس که می زنی نفر رو عیبی میکنه در حالی که مگس عیبی نمیکنه. گاهی وقتا ما به خاطر دوستی به دین دینر ضربه میزنیم و نمونه های زیاد هم داره. نفر آمده به داخل مسجد اشتباه کرده، حال موبایل از یک زنگ بد داره، زنگ به صدا داره آمده، خوندن یا موسیقی هر بدبختی که است راه گم کردن آسانه، به یک رقم فلانی خودی به برخورد کرده که نعوذ بالله ای آدم تا حال خواهمی اشتباه داشت که موبایل یا به سر نماز زنگ آمد و زنگ بد داشت، زنگ نامناسبه، ای آدم دیگه از نماز روگردون شده و فلانی رو میشناسیم که سالها میشه یا به مسجد دیگه نمیره یا والله و علم بخونه خونه نماز میخونه یا نمیخونه. نبی علیه السلام داخل مسجدن، صحابه به اطراف یونن، مالدار عربی میاید داخل مسجد ادرار میکنه، داخل مسجد ادرار میکنه و مسجد هم احتمالا مسجد النبی علیه السلام، فضیلتی واضحه. پیامبر علیه السلام میبینن، صحابه میبینن، صحابه فورا ناراحت میشن و حرکت میکنن که زود این نفر رو بگیرن و مانع از این بشن که داخل مسجد رو ادرار کردن. نبی علیه السلام حکیم واقعی اینه میرقم میکنه، فورا جلو از اینا گفتن صبر کن، صبر کنه باشه کار تمام بشه، ادرار اون نفر تمام میشه. بعدی که تمام شد برای میگن که این مسجد خانه الله و این رقم کارا به داخل مسجد مناسب نیه. و یه آدم خجالت خور میکشه، بعدا صحابه میگن برن دول اوی بیارن و یه دل و اوی برزن و مسجد را پاک بکنین. حالا به نظر شما او عربی دیگه ادرار خو یک گوشه بگذار، آب دهن خور به داخل مسجد نکه به طرف مسجد هم دیگه نمیندازه. این شیوه نهی از منکر نبی علیه السلام. پس به اینجا لعلهم الیه یرجعون همین معنا اصلا به خاطر اینه که اینا برگردن متوجه اشتباه خود بشن و در نتیجه سبب هدایت اینا بلکه بشه. اما این مردم خیلی مردم سرکشی بودن. این اسلوب های حکیمانه ابراهیم علیه السلام بر این انسان های متعصب اثر نکرد. قالو گفتند، خب رفتن به میله و آمدن و این وضعیت رو دیدن، در بین هم گفتگو کردن من فعل هذا به آلهتنا، چه کسی این کار رو با خداهای ما انجام داده، چه کسی بت ما شکسته، انه لمن الظالمین، یقینا او ظالم و ستمگاره. همین رقمه ابراهیم علیه السلام به نظر اینا ظالمه، کسی که بت میشکنه ظالمه. حالا مگه برای یک دعوتگر مردم یا آدم انسان های نافهم چند تایی گفتن این نافهمه این ظالمه، بد ما نباید بیاید به ابراهیم ظالم گفتن، با ما هم میگن ما خود چیزی نیم. قالو گفتن، گپوفت و بالا شد بین رحم همه افتاد، چه کار شد، کی شکست، چه دیر رقم شد. قالو گفتن سمعنا فتن، ما جوان شنیدیم یذکرهم که یاد همی بطار میکرد، بطار به بدی یاد میکرد، یقال له ابراهیم، او ابراهیم گفته میشه. از این معلوم میشه که ابراهیم علیه السلام آدم سرشناس و کلون و جزب اکابر و اشراف نیه، یک جوان او روز همی گپار میگفت، همی چیزها رو تعبالا میکرد، بی احترامی های به بطار داشت، انمون شاید باشه.
و در از بعض تفاسیر هم این رقم معلوم میشه که اصلا همی آیه جلویر که خونه و تالله الا اکیدن اسنامکم آیه 57 آیه 57 بله آیا ایر ابراهیم علیه السلام به دل خو گفت با خود خو قسم خورد که من این کار رو میکنم یا نه در جمع ای گپ رو گفت و اونا شنیدن هر کدام از اینا که باشه اگر به دل خو گفته خب اینا از این طرف و طرف میفهمن که ابراهیم مخالفت داره با این بوتا یا حداقل او احترام لازم رو نداره و اگر به جمع هم گفته باشه خب اینا شنیدن بله ما اون روزم بودیم که همی ابراهیم همی که قسم خورد گفت که من به این بوتا شما کار دارم حتما همو این بوتا رو بشکسته قالو فأتو بهی یا درست همونه بیارین ابراهیم رو بیارین علا اعین الناس در مقابل چشم همه مردم رو بیارین لعلهم یشهدون تا اینا ببینن و گواه باشن به نظر اینا میاد که ابراهیم آدم ضعیفه و میت اشتباه کرده و او حالی که میای از این کار خود معذرت خواهی میکنه و وقت معذرت خواهی کرد به جلوی همه او سزا و جزای میدیم و گپ تیر میشه بیشتر از این دیگه اینا گمان نمیکنن خبر ندارن که این همون چیزی که ابراهیم علیه السلام مایه که در مقابل یک جمع بیا گپ خور بگه مثل داستان موسی علیه السلام و فرعون گفت تو جادوگری فردا فلان روز جادوگران میاره و در یک جمع کلون شما با هم مسابقه بدین این موسی علیه السلام ماست که بله همین که یک روز بیاید که یک تعداد زیاد معجزه مر ببینن و امروز هم دعوتگر از حضور مردم نباید بترسه هر چی تریبون بزرگتر بری و پیدا میشه هر چی لادسپیکر قویتر بری و پیدا میشه هر چی رسانه بزرگتر بری و پیدا میشه و از اون میخوایم که در اونجا گپ بزنه با کمال شامت بر استاد بشه و کلام الله رو به مردم برسونه و نترسه که اولا باشه خلوتی که پر بگم در مقابل دو نفر بگم نفر سوم نه هیچ کاری نمیشه ابراهیم علیه السلام رو بیاره جلوی چشم مردم همه او رو ببینن آوردن ابراهیم علیه السلام یک جوان ناتوان ضعیف نه حاکمی و نه قمندانی و هیچ کس نه آدم دیر رو آوردن قالو گفتن انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم آیا همی کار با خداهای ما تو کردی؟ خیلی جالبه کمی آدم دقت بکنه یه بارتار که میخونه آدم خنده میگیره چی رقم به زبان نامی آماده؟ شما تصور بکنید تو خداها ما شکستی؟ تو به خداها ما توهین کردی؟ تو خداها ما از بین بردی؟ چی رقم خداییه که شکسته میشه؟ چی رقم خداییه که از خود دفاع کرده نمیتونه؟ یا بعدا چی میگن؟ به داد خدا خو برسین خدا خور کمک کنین چی خداییه که من مگر بیر کمک بکنم؟ خب بر اگر انسان عقل داشته باشه باید بفهمه و یه چیزی که ابراهیم علیه السلام مایه که بلکه اینا رو بیدار بکنه از این طریق آیا تو این کار رو با خدای من انجام دادی ابراهیم؟ ابراهیم علیه السلام در جواب میگه بل فعله بلکه او کار را انجام داده کبیرهم بزرگشان هازا این فسالوهم از این بزرگ سوال بکنین یا از اونا سوال بکنین از این بت یا از همه سوال بکنین این کان ینطقون اگر اینا گپ میزنن در اینجا در بین مفسرین بحث‌های بسیار طولانیه و خلاصه اینه که بعضی ایر میگن که ابراهیم علیه السلام در اینجا یک دروغ میگه در ضمن دو دروغ دیگه که یا دو توریه دیگه که از او سر زده به خاطر هدایت قوم به همین خاطر میگه که این کار رو من نکردم بت ها کرد همین بت بزرگ کرده یک احتمال شاید همین رقم باشه و در حدیث هم آمده ثلاث کذبات یا سه دروغی که از ابراهیم علیه السلام سر زده یکم در اونجا همین آمده که البته او دروغ به معنای توریه توریه چی معنا؟ توریه به این معنی که ما یک گپ پر میگیم که این گپ دو معنا داره یک معنای دور داره یک معنای نزدیک داره عادتا نفر معنای نزدیک رو میگیره لکن ما معنای دور رو مراد میکنیم که ذهن آدم برای او نمیرسه و نمونه های زیاد از این داریم گاهی اگر نفر مجبور شد و خور خلاص کرده از یک جای نمیتونست میتونه توریه بکنه به عنوان مثال به یک جای برابر شدیم خدای نکره سفره حرامی این نفر رو میشناسیم که رشوت خوره سود خوره و اینا هم از پول رشوت و حرام همی سفره رو آماده کرده و سر نون هم برابر شدیم و او توان یا او شجاعت رو هم نداریم که برای از این گپ بگیم یا مصلحت نمیبینیم هر گپ دیگه بریم ما میگه بیا غذا بخور ما به جایی که بگیم غذا اصل خواهیم اینه که بگیم غذا تو حرومه و ما نمیخوریم اگر خیر در این گپ نفته بود حالا نمایی میگپ بگیم به هر دلیلی که هست با وجودی که نان چاشته و ما چاش غذا هم نخوردیم برای میگه من نان خوردم بیا نان بخور من نان خوردم
خلاص. حالا که میگم نون خوردم، معنای نزدیک نون خوردم اینه که او خیال میکنه اینه ما چاش نون خوردم چون سر چاشته. اما به ذهن شما اینه که من نون خوردم یعنی صبح نون خوردم، دیشب نون خوردم، دیروز نون خوردم. این میگن توریه، دروغ نیه. اما شما ذهن مخاطب به یک رقم به طرف بردیم که خود شما خوش دارین. این میگن توریه. حالا توریه هم کار خوبی نیه، به خاطر مصلحت بعضی وقتا مثل همین نمونه‌ای که گفتم جایزه، در غیر از اگر باز فریب دادن طرف مقابل باشه در صورت جایز نیه. بعض هم این رقم گفتن که نه، ابراهیم علیه السلام دروغ نگفت اینجا، توریه نکرد و در اینجا اصلا این رقم نگفت که بل فعله کبیرهم، ای کار من نکردم بزرگ نکرده، بلکه این رقم گفت بل فعله، یعنی مراد اینه کار بشده. حالا ما کردم یا نکردم، هر کس کرده چیزی نمیگه ما کردم یا کس دیگه، پس توریه هم نشد. حالا شما که آمدیم کبیرهم هازا، بزرگ همینه. به عنوان مثال نفر از ما پرسان میکنه ای کار تو کردی؟ ما چیزی نمیگم ما کردم یا نکردم، نه راست نه دروغ چی نمیگیم. از فلانی بپرس. حالا تا از فلانی بپرسه و جواب بگیره، خب او بازار نتیجه که میگیره. پس ابراهیم علیه السلام نمیگه که من نکردم یا کردم، بلکه میگه بل فعل، کاری بشده، بله کار بشده. صرف نظر از اینکه ما کردم یا نکردم میر برای شما جواب نمیدم. کبیرهم هازا، بزرگ این، عظیم بپرسین، چرا از من میپرسین؟ به هر حال چی بگیم که ابراهیم علیه السلام توریه کرده، چی بگیم که نه نکرده، هر چی که هست قضیه خو کاملا واضح. سیدنا ابراهیم اگر توریه کرده و نکرده، هدف اینه که یک قدم پیش بره با اینا که اینا متوجه گپ بشن. و الا و الا خب دروغ، در صورت دروغه که احتمال باور کردن به طرف مقابل باشه. مثلا ما داستانهای زیاده داریم در صحبت ها خو میگیم، در به اصطلاح وعظ و نصیحت خو، در دعوت خو میگیم پرنده به فلانی این رقم یک گپ گفت، روبا به مثلا به گرگ این رقم یک چیز گفت. خب اینا هر کس میفهمه دروغه و ما این پند و نصیحت را از این بگیریم به عنوان یک مثال از این استفاده بکنیم، عنوان یک مثال از این استفاده بکنیم. حالا چون دروغ بودن ای غیر واقعی بودن ای واضحه، ای دروغ به حساب نمیاد. ضرب المثل زیاد از همین بابه. حالا هم از اونجایی که خود ابراهیم علیه السلام هم قبول داره و طرف هم همه قبول دارن که این بت بزرگی کار کرده نمیتونه، ولو همین گپ رو گفته باشه، ای دروغ به این معنا به حساب نمیاد که گپ انکار واضح و آشکار، هدف دیگه چیزیه. حالا من این رقم میگم که شما گپ بر بفهمیم و همون رقم هم هست. بعد از اینکه گفت ابراهیم علیه السلام میگه فرجعوا الى انفسهم، اینا به خود خروجو کردن، به عقل خود کم داخل شدن، کم سر خود فشار آوردن. فقالوا، گفتن انکم انتم الظالم، شما دیگه واقعا ستمگارید. حالا بعض از مفسرین میگن که اینا همین گفت بر که ابراهیم علیه السلام گفت، یک تعداد از اینا همو کلونا و اهل مشوره اینا رفتن گوشه شدن و یک یک دیگه امیر گفت که راست میگه، واقعا ظلمه، ما خدای رو پرستش میکنیم که این گپ زده نمیتونه. یا به این رقم نبود، به همین لحظه که ابراهیم گفت اینا به چرت رفتن، هر کدام خود اینا به خود گفتن تو واقعا ظالمی، تعمیر خدا میگه امیر بوتی که شکسته میشه. ابراهیم خو راست میگه، چی رقم این خدا میگه گپ زده تا نمیتونه، خود دفاع کرده نمیتونه، فریاد کشیده نمیتونه که بیامر نجات بده. حالا اگر به همین رقمی که فکر کرده بودن کم پیش میرفتن، یا اگر به اساس همین عمل میکردن، مشکل اینا حل بود، مسلمان میشدن، موحد میشدن و در نتیجه تبدیل میشدن به انسانهای مخلصی که ما حالا از اونا با بزرگی نام یاد میکردن. اما هوای نفس، حسد، تکبر، تقلید کورکورانه، تعصب قومی و امراض دیگه، یا شاید هم ترس از حاکم و پادشاه، ترس از مردم و رسم و رواج، همه اینا دست به دست هم میده. یا بعض از اینا چیکار میکنن؟ ثم نکسوا علی رؤوسهم، باز اینا دوباره به اصطلاح سرخور پایین میندازن، دوباره به یک رقم دیگه اینا خود خور به اصطلاح دگرگون میسازن. لقد علمت، برای ابراهیم علیه السلام چی میگن؟ تو خب میدانی ما ها اولائی انتقون، اینا خب گپ زده نمیتونن. ابراهیم تو میگی از اینا بپرس، تو خب خود تو میفهمی که اینا گپ زده نمیتونن، گپ زده نمیتونن.
وقتی گپ زدن نمیتونن چی رقم برم میگی که از اینا بپرس؟ اینا گپ زدن نمیتونن. ابراهیم علیه السلام وای حمید از زبان خود نا بشنوه که وقتی شما میفهمی اینا گپ زدن نمیتونن، اف تعبدون من دون الله، آیا شما عبادت و پرستش میکنین غیر از الله، بتهایی که لا ينفعكم شيئا، فایده بر شما نمیرسونن، هیچ چیز فایده نمیرسونن، ولا یضرکم، ضرر هم بر شما رسونده نمیتونن، فایده رسونده نمیتونن، ضرر رسونده نمیتونن، نه تنها بر شما که حتی بر خودم فایده و ضرر رسونده نمیتونن، فایده رو گرفتن نمیتونن، ضرر از خود رفع کردن نمیتونن، حتی جلو شکسته شدن خود نمیتونن بگیرن. آیا شما همین رقم چیزای پرستش میکنین؟ اف لکم، وای بر شما، بیزاری بر شما، شرم بر شما، اف لکم، بیزاری بر شما و بو چیزهایی که شما غیر از الله پرستش میکنین. افلا تعقلون، آیا شما عقل ندارین؟ آیا شما از عقل خود استفاده نمیکنین؟ واضح نکردم؟ حالا اگر اینا کمی عاقبت اندیش می بودن می گفتن که بله ما مدت اشتباه کردیم، حالا فهمیدیم. صحابه رسول علیه السلام همین رقم بودن، صحابه بت پرست بودن، غیر از یک نیمه از صحابه که بت سجده نکرده بودن، اکثریت مطلق بت پرست بودن، بعضی از اونا طفلا خورزنده به گور کرده بودن، بعضی از اونا خیلی فسادهای دیگه انجام داده بودن، شراب خورده بودن و خیلی از گناه های دیگه، هنوز پیغمبر علیه السلام نیامده بودن، شرک بود، جاهلیت بود. به همین خاطر هم صحابه میان خود خو به اصطلاح ساعت تیری میکنن که ما یک وقتی چی رقم مردم میبینیم، بله به فلان سفر رفتیم و ما از خورما برای خود بوت ساخته بودیم، این بوتی که به سفر خود خود میبردن که محافظ اونا در حقیقت به سفر باشه، بله ما یک روز رفتیم و باز غذا ما خلاص شد، باز وقت غذا ما خلاص شد دیگه چاره نبود، یک کمی از این بوت از این خورما رو بگرفتیم بکنیم بخوردیم، کم کم باز برای مرحله بعدی باز نیاد شد، خلاصه کلام این بوتر بخوردیم. میخندیدن به وضعیت که چقدر بدبختی بود، اگر پیغمبر علیه السلام نمی آمدن و دعوت رو بر ما نمی گفتن ما خو هلاک و تباه و برباد بودیم. به خاطر میگن دوران جاهلیت. حالا اگر اطرافیان و قوم سیدنا ابراهیم علیه السلام هم می کارو میکردن خوشبخت بودن، اونا مثل ابوبکر و عمر و عثمان و علی ستاره های توحید میشدن. صرف نظر اینه که گذشته مشرکانه دارم، گذشته مشرکانه خو عیب نیه، نفر توبه میکنه برمیگرده پیغمبر خوبه میخاطر اومده، اما اینا این کار نکردن، به همون تقلید بی جایی که بودن، به همون تعصب بموندن و به همون رقم ادامه دادن. نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه که در مقابل استادگی میکنن و این استادگی اینا به این معنایه که جلوه دعوت حضرت ابراهیم رو به گمان خود بگیرن. یک نکته شرایط فعلی که میبینیم، قال کبیرهم، در این اواخر یک رقم بی خدایی یا به خدا باور نداشتن یا ناباوری کم کم در عالم رایج میشد و گویا همه چیز علم و دانش و اقتصاد و فلسفه و قدرت ها همین های هم اومد دیگرهی محض و الاخر والله و علم. حالا یک نظر خیلی از علمای معاصر همیر میگن که کرونا که در حقیقت آمده صرف نظری که ضررهای به همه ما به نوع رسونده، اما در این حال یک وسیله که آمده تا بشریت رو دوباره متوجه بکنه که شما در مقابل الله و در مقابل عذاب الله کاری کرده نمیتونین. و شاید به همین خاطر باشه، شاید به همین خاطر باشه که قبل از همه یا بیشتر از همه قوتهای کلونتر آماده گرفته، بیشترین ضربه از کرونا امریکا میخوره. کبیرهم، کبیر و بزرگ همی دسته همینه، اگر قرار به ایمان کرد در مقابل الله استاد شده بتونین یا عذاب از عذاب الله را دفع کرده بتونن، باید همی کلون بتونن، نه ای که تعداد کشته شده های او به 50,000 و 60,000 و بالاخره به این رقم برسه. خب که همیشه درس بگیرین، وقتی کبیر کار کردن نتونست صغیر، خب یزی کار کردن نمیتونه. به هر حال در مقابل ابراهیم علیه السلام استاد شدن، در جواب این نصیحت های ابراهیم چی میگن؟ حرقوه و ایر بسوزانین و انصرو آلهتکم، به داد خداهای خود برسین یا خداها خوریاری برسانین، این کنتم فاعلین، اگر شما واقعا انجام میدین یک کاری. حالا یکی آتش چی رقم بود و چند روز برای اینا هیزم می آوردند و کی می آوردند، الاخر داستان های در این بخش
که به اساس وعده که در روز اول کردیم لازم نیست دنبال اینا بگردیم، اما چیزی که مهمه همینه که آتش بزرگ، آتشی که باید و باید در عالم اسباب ابراهیم و هر کس دیگر می سوختند و از بین می برد، همین رقم یک آتش درست کردن و سیدنا ابراهیم علیه السلام را به داخل انداختن. در روایت آمده که سیدنا ابراهیم را وقتی می خواستن بندازن امیر می گفت حسبی الله و نعم الوکیل، الله بر ما کافیه و نعم الوکیل، الله بهترین کارسازه. و یک درس هم برای ما و شما که هر چی مصیبت و نقشای شوم دشمنا زیاده، اگر الله با ما باشه حسبی الله و نعم الوکیل و درست الله نعم المولا و نعم النصیر، الله بهترین نجات دهنده. همیر گفت و رو داخل آتش انداختن. حالا اگر می سختندم خب آتش برای سختندنه، اما الله متعال حالا که تمام دروازه های اسباب برای ابراهیم علیه السلام بسته شده، اینج ما فوق الاسباب امر میکنه، قلنا گفتیم یا نار. حالا قبل از ابراهیم علیه السلام در عالم اسباب دروازه های برای فرار ای طرف و طرف داشته از دست ای نمرودیان و حکام و بت پرست و زمان، حالا دیگه دروازه ها همه بسته شده، راه دیگه نمونده. اینجا که از عالم غیب کمک میاد. نبی علیه السلام 13 سال در مکه معظمه به نوع تونستن خود ای طرف و طرف دست مشرکین بزنن، اما بعدا مثلا در سفر هجرت در شب که میخوان سفر بکنن در عالم اسباب دیگه مشکل بر از اینا خور نجات بدن. اینجا که از عالم غیب الله میاد و پیغمبر خور نجات میده و سفر هجرت و امثالی. و ما در عالم کنونی و در عصر حاضر هم نمونه های زیاده داریم که در بسا موارد تمام اسباب برداشته میشه و الله به شکل غیبی نجات میده بعضی از انسان هایی که باید از بین میرفتن از بین نمیرن. الله میگه ما گفتیم یا نار و ای آتش، آتش به دستور پروردگاره، کونی بردم و سلاما، سرد باش، خنک باش و سالم باش برای سیدنا ابراهیم. سلامتی سیدنا ابراهیم داخل آتش مندازن، بیرون میشه صحیح و سالم، هیچ کار نشده، نه بسخته نه سردی ور اذیت کرده. حالا اینکه چی رقمه و باز بیان بگیم آتش چه کار شده، ابراهیم چه کار شد، دیگه قابل بس بی خاطر نیه که همون آتشه که دیروز خدای را آفریده بود که بسوزونه و اصلا در آتش سختاندنه، حالا برای گفتن نسوزون. کن فیکون، کونی انا مو کن فیکونه، گفته شد ای آتش خنک باش، دیروز گفته شد ای آتش بسوزان، همیشه ای آتش بسوزان، اما حالا براتون میگم نسوزان. ای آتش مخلوق الله، لازم نیست خیلی توضیح بدیم. و ارادو بهی کیدن، برای ابراهیم علیه السلام مکر و دسیسه و نیرنگ ساختند. فجعلناهم الاخسرین، ما خود اونا زیانمند و تاوانی کردیم. و نجیناه و لوطن، و ما نجات دادیم ابراهیم علیه السلام و لوط علیه السلام. لوط علیه السلام برادرزاده حضرت ابراهیم بود از روایت معلوم میشه که باز انشاءالله داستان اینا میاد. نجات دادیم الى الارض التي بارکنا فيها للعالمین، به سرزمینی که ما برکت دادیم در اون سرزمین برای جهانیان. سیدنا ابراهیم علیه السلام طوری که از روایات معلوم میشه به سرزمین شام رفتن، اصل جای ناخو عراق بود، و سیدنا لوط هم به منطقه سدوم که در اردن کنونیه به اونجا رفتن. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله، ما دادیم به ابراهیم علیه السلام سیدنا اسحاق فرزند نابود، و باز اسحاق فرزند داشت به نام یعقوب علیه السلام. نافله یک چیز اضافیه، نافله چیزی مثل غنیمت میتونیم نافله بگیم، نفر به خاطر الله به جهاد رفته، پیروز شده، غازی شده، مزد خور از الله میگیره، لیکن در دنیا هم از غنیمت چیزی برای داده میشه، یک چیز اضافیه. اصل مزد در نزد الله با آخرته، خود در دنیا هم اسحاق و یعقوب و امیر هم یک ذریه پاکر برای دادیم. و کلن جعلنا صالحین، و همه اینا ما انسانهای شایسته قرار دادیم. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، و ما گردانیدیم ایشان را پیشوایانی که هدایت میکنن به دستور ما. و ما وحی کردیم به اینا فعل الخیرات، انجام کارهای نیک و برپایداشتن نماز و ادای زکات را. و کانو لنا عابدین، و اینا عبادت گزار ما بودن. به هر حال یک بخش دیگه از زندگی سیدنا ابراهیم علیه السلام و ابتلا و آزمایش، از یک طرف دعوت و از یک طرف دیگه نجات از او آتش نمرودیان در این آیات خوندیم. اللهم تعال ما و شما را از ابتلا و آزمایش ها در امان داشته باشه. خدایی که
آتش بر ابراهیم برد و سلام گشتان، او خدا ای کرونا را سبب خیر ما بگردانه و سبب نجات ما بگردانه و ما را از این مصیبت و همه مصیبت ها در امان داشته باشه. آمین یا رب العالمین. و صلی الله تعالی و سلم علی سید المرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.